ساخت مجتمع‌های تجاری بزرگ در شهرهای ایران. مالسازی نتیجه جامعه مدرن است یا نشانه فاصله طبقاتی؟ شرایط دریاچه بانمک ایران بعد از بارندگی‌های اخیر. عکس‌های ناسا نشان می‌دهد رفع تشنگی شده. اینجا لندن است، رادیوی BBC. و مردی در قندهار 30 سال از برنامه‌های خبری رادیو BBC را ضبط می‌کند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. بین دریاچه چیتگر و دامنه کوههای البرز در شمال غرب تهران یک مجتمع عظیم در حال سربرآوردن است. مجتمعی موسوم به ایران مال که به آن عنوان بزرگترین مرکز خرید خاورمیانه را دادند. یعنی بزرگتر از مرکزهای خرید جده، ابوظبی و حتی دبی. رسانه‌های داخلی در ایران درباره وسعت آن نوشتند که فقط پارکینگ آن ظرفیت 20,000 خودرو خواهد داشت. قرار است کل مجموعه در پایان سال آینده خورشیدی به بهره برداری برسد، ولی تا حالا هم بخش‌های مهم از آن افتتاح شده. البته بحث‌ها و حرف و حدیث‌ها درباره این مجموعه به اندازه‌ای بالا گرفته که گویا محمد کاظم صدیقی از امام جمعه‌های موقت تهران از رفتن به مراسم افتتاح مسجد مجلل این مجموعه خودداری کرده. یک طرف ایران مال را سند افتخار می‌داند و طرف دیگر پروژه‌ای غیر شفاف با تخلف‌های قانونی گسترده. سرمایه گذاری بر روی پروژه های از این دست نشانه چیست؟ جزئیات بیشتر از مسعود آذر. از تهران که بیرون میزنی به سمت کرج، بعد از دریاچه چیتگر به ابر مجتمعی میرسی به نام ایران مال. میگویند در خاورمیانه اول است و در جهان یکی از 5 مجتمع بزرگ تجاری، فرهنگی و اجتماعی. زرق و برقش کم نیست. با تمام مجتمع‌های تجاری که با عنوان مال ساخته شده فرق دارد. از شیر مرغ دارد تا جان آدمی زاد. اما آنچه این مجتمع را بر سر زبان‌ها انداخته برای همین‌ها نیست. جاذبه گردشگری و فرهنگی هم دارد. در عصر دیجیتال که کتابخانه ها کوچک و کوچکتر می شود، کتابخانه‌ای دارد به نام جندی شاپور در 3300 متر مربع با ترکیبی از معماری اروپایی و ایرانی. مسجدی دارد با عظمت. گلدسته ندارد، اما ممکن است در نگاه اول هر عابد و زاهدی را محو خودش کند. هتل و مجموعه های دیگر هم دارد. در مجموع ایران مال در 27,000 هکتار و با زیربنای 1,700,000 متر مربع ساخته شده. هزینه ساختش حدود 22,000 میلیارد تومان است و بانک آینده در آن سرمایه گذاری کرده. مراکز خرید در تهران کم نیست. دست کم 20 مرکز تجاری بزرگ و لوکس در تهران است. در سایر شهرها مثل مشهد و شیراز و اصفهان و ده ها شهر دیگر هم چنین مجموعه هایی ساخته شده. روزگاری نچندان دور، وقتی اسم بازار می آمد، یاد بازار تهران می افتادی و حجره های تنگ و ازدحام جمعیت. حالا خیلی چیزها عوض شده. موافقان و مخالفان ساخت این مجتمع‌های تجاری کم نیستند. گفته می‌شود فرهنگ مصرفی مردم تغییر کرده. روش‌های سنتی جواب نمی‌دهد و مطابق ذائقه و عادت‌های امروز مردم باید پیش رفت. منتقدان هم می‌گویند در روزگاری که چرخ اقتصاد لنگ می‌زند، تحریم‌ها فلج کننده است و جابجایی پول سخت شده و بخشی از مردم در فکر گذران زندگی یا حداقل‌ها هستند، این ایران مال‌ها چگونه ساخته می‌شود و مشتریانشان چه کسانی هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شامگاه شنبه 31/1398 قرار بود دیشب با تبلیغات بسیار نمازخانه ایران مال افتتاح شود با
مداحی و سخنرانی یکی از خطیب‌های نماز جمعه تهران. بازار بزرگ ایران افتتاح می‌شود. سخنران حجت الاسلام صدیقی، مداح حاج محمود کریمی که با تکذیب و حواشی بسیار همراه شد. این برنامه‌ها حاشیه‌های یک اتفاق بزرگ است که در بطن فرهنگ عمومی و مصرفی جامعه شکل گرفته و کسانی که از این مجتمع‌ها مال‌ها جمع می‌کنند. مسعود آذر، بی بی سی. تصاویر ماهواره‌ای که سازمان فضانوردی آمریکا از وضعیت امروز دریاچه ارومیه در مقایسه با دو ماه پیش منتشر کرده، همه را امیدوار کرده که این دریاچه از خشکی نجات پیدا کرده. اما کارشناسان و خیلی از مسئولان هشدار دادند که نباید تصور شود دریاچه ارومیه احیا شده و اگر به درستی مدیریت نشود، تأثیر مثبت بارندگی‌های اخیر از بین خواهد رفت. دریاچه امروز در چه وضعیتی است؟ چقدر از هدف رسمی دولت برای احیا دور است و قبلاً چگونه بود؟ جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. آخرین تصویرهای ناسا که دریاچه ارومیه دو ماه پیش را با امروز مقایسه می کند. دیدن این عکس‌ها مثل یک نفس راحت بود. اما قبل از اینکه بیش از حد خوشحالی کنید، باید تصویر بزرگتر را در ذهن داشته باشید. اولا که دریاچه ارومیه احیا نشده، فقط جان گرفته، یعنی از حالت تهدید خارج شده ولی در حالتی شکننده است. دومی که دریاچه ارومیه دو سال است به علت بارندگی ها رو به بهبودی رفته، هرچند رئیس جمهوری ایران فرصت را از دست نداد که این موفقیت را به پای دولت خودش ثبت کند. یکی از افتخارات بسیار بزرگ دولت 11 و 12 احیای دریاچه ارومیه است. احیای دریاچه ارومیه به معنی نجات زندگی 15 میلیون جمعیت کشوره. یکی از کارهای بزرگ دولت 11 و 12 است. واقعیت این است که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، دریاچه ارومیه از خشکی کامل نجات پیدا کرد و به ثبات رسید. این خود دستاورد مهمی است، زیرا هرچه به غیر از آن می توانست دریاچه را به یک کانون خطرناک ریزگرد و نمک برای مردم منطقه بدل کند. دلیل این موفقیت هم لایروبی ده ها کیلومتر رودخانه بود که به دریاچه ارومیه منتهی می شد. رودخانه های مثل صوفی چای یا این رودخانه نازلی چای. دلیل دیگرش رهاسازی حقابه دریاچه ارومیه از پشت سد هایی مثل سد مهاباد بود که برخلاف گذشته این آب را دریغ نکردند تا به توسعه بیرویه کشاورزی بپردازند. بسم الله الرحمن الرحیم. و بالاخره رهاسازی آبهایی که مسئولان میگویند آب تصفیه شده فاضل آب هاست. هرچند این نماینده ارومیه در مجلس با این ویدیو کوشید نشان دهد که حداقل در این نقطه این آب فاضل آب بوده که وارد دریاچه شده. بارندگی های اخیر تناب نجاتی بود که بعد از سالها سوء مدیریت به سمت دریاچه ارومیه پرتاب شد. بعد از حفر ده ها هزار چاه غیر مجاز و توسعه ای که اقتصادی ناپایدار را در اطراف دریاچه ایجاد کرد. و به گواهی کارشناسان همچنان نیز فرصت‌های طلایی را می‌سوزاند. هنوز که هنوزه داره بر طبل وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک کوبیده میشه. ما نتونستیم از مزیت‌های اقتصادی این حوزه ارزشمند که 5 برابر لبنان استفاده بکنیم. از همجواریش با کشورهای همسایه استفاده بکنیم. از استحصال انرژی‌های نو به خصوص انرژی خورشیدی استفاده بکنیم و پول پایدار برای مردم تأمین بکنیم. لازم هست که با اعداد و ارقام ببینیم که وضعیت دریاچه ارومیه در گذشته چه بود، در حال حاضر چه هست و در آینده چه قراره بشه. و این رو با 3 شاخص بسنجیم. شاخص اول تراز دریاچه است، بعد مساحتش و بعد حجم آب دریاچه ارومیه. تراز دریاچه ارومیه در حال حاضر 1271 متر هست. هدف دولت این هست که این رقم رو برسونه به 1274 متر. ولی در گذشته ها 20 سال پیش تراز دریاچه ارومیه چیزی بود نزدیک به 1276 متر. مساحت دریاچه ارومیه در حال حاضر چیزی بین 2500 تا 3000 کیلومتر مربع. هدف ستاد احیا این هست که این رقم رو به 4300 کیلومتر مربع برسونه، در حالی که در شرایط آرمانی دریاچه ارومیه بالغ بر 5700 کیلومتر مربع مساحت داشت. و اما حجم آب که مهمترین شاخص هست در حال حاضر در دریاچه ارومیه چیزی
بالغ بر 3 میلیارد متر مکعب. هدف دولت این هست که این رقم رو به 14 میلیارد متر مکعب برسونه و در شرایط بسیار آرمانی و در گذشته های بسیار دور دریاچه ارومیه بالغ بر 30 میلیارد متر مکعب حجم داشت. برخلاف اکثر فجایع اقلیمی، خشکی دریاچه ارومیه عمدتا ناشی از سوء مدیریت بود و نه تغییر اقلیم یا گرمتر شدن زمین. امروز هم اگه دریاچه ارومیه حداقل به استانداردهای ستاد احیا برسد، باز هم سوء مدیریت میتواند وضعیت رو به نقطه اول بازگرداند. شما تصور بفرمایید 14 میلیارد متر مکعب آبی که ما در تراز اکولوژی کم داریم، همین امشب من و شما دعا کنیم و خداوند عنایت کنه همه 14 میلیارد متر مکعب رو یه جا بریزید تو دریاچه. بریزید تو دریاچه ارومیه. آره خب. ما برسیم به تراز اکولوژیک. اگر تغییر رفتار شما اتفاق نیفتاده باشد، دوباره چند سال بعد خالی میشه. بارندگی های اخیر کار ستاد احیای دریاچه ارومیه را آسان کرد، اما به شرط آنکه این ستاد و همه دستگاه های دیگر دولتی قدر این فرصت را بدانند. سیاوش اردلان، بی بی سی. تهران با اشتهایی سیری ناپذیر طبیعت اطرافش را با ساخت و سازهای بی‌رویه بلعیده. این موضوع دستمایه مستندی شده به نام هشتی تهران. دانیل کوتر، فیلمساز آلمانی، این فیلم را بر پایه این ایده ساخته که تهران خود یک خانه است و حومه‌های شهری فضای گذر میان درون و بیرون آن، چیزی شبیه به هشتی خانه‌های قدیمی. جزئیات بیشتر از مریم انصاری. هشتی تهران بیننده را در سفری عجیب از ارتفاعات توچال به شهرک‌های ساخته شده در دو دهه اخیر در اطراف تهران می‌برد و به میان دیوارهای بتونی برج‌هایی در دشت‌های خشک پیرامونشان. اطراف پارک چیتکر و دریاچه مصنوعی آن. اینجا زمانی قرار بود کاربری مسکونی بسیار پایینی داشته باشد و به تفرجگاه، پارک و دانشگاه و خدمات شهری تبدیل شود. اما توسعه‌ای افسار گسیخته پیدا کرد و هر روز در گوش و کنارش آسمان خراشی بالا رفت. آره سلیقه من یه ذره هم ساده‌تره. میدونم چی میخواهیم. قدیم بیرون بیرون 195 متری طبقه 18. فیلم راوی ندارد و بیننده از لابلای گفتگو میان خریدار و فردی از معاملات ملکی است که با معیارهای مشتری پسند آشنا می شود. من بحث‌های زیادی پس از نمایش فیلم در آلمان با تماشاچیان داشتم، از زاویه نگاه یک اروپایی به مسئله توسعه شهری و تجربه ما با فضاهای اجتماعی به این جور الگوی شهری نگاهی بسیار منفی وجود داره. اما مهم اینه که بیننده بفهمه که این الگو اگرچه با معیارهای شهرسازی اروپایی کاملا متفاوته، اما در خیلی از کشورهای دنیا داره پیاده میشه و به نظرم درست نیست که با نوعی تحقیر به اون نگاه بشه. برای تغییر دادن مسیر طراحی شهری باید اول بفهمیم که در حال حاضر چه طرحهایی و چرا دارن به اجرا در میان. اما طبیعیه که مثلا برای خود من شخصا زندگی در چنین مجموعه هایی غیر قابل تصوره. در هشتی تهران بازیگران اصلی برج‌های در دست ساختمانند. در آرا. آره. اسم قشنگی کن. خدا رو شکر که اسم اسلامی نداشتم. اون بارم فاضلش هم گذاشتن دره بهشت. دره بهشت. آره. شهرک‌هایی که نام آنها با واقعیتشان در تضادی قریب قرار گرفته. دستشویی اینا چجوریه؟ فیلم یک بار در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش گذاشته شده. سینمای موزه پر بود از معمارها و شهرسازان و من خیلی نگران بودم، چون به عنوان یک خارجی فیلمی درباره شهر تهران درست کرده بودم. نظرها درباره فیلم بسیار با هم متفاوت بود. ها شهر خودشون رو از زوایایی دیدن که هنوز ندیده بودن و من توانسته بودم حتی به تهرانی ها چشم اندازی از شهرشون رو نشون بدم که براشون نو بود. کارگردان دو سال روی این پروژه وقت گذاشته و 4 بار برای فیلمبرداری به ایران سفر کرده است. اینجا محله نفرآباد در شهر ری. این محله با قدمت 3 قرن به جای آنکه بازآفرینی و احیا شود، برای طرح توسعه حرم شاه عبدالعظیم قطعه تخریب شده است. اینجا هم که الان هستش خونه مادرزن داداشم. یه حیات بل. اینجا منزل میداشم. این اتاق نشیمن دیگر وجود ندارد. شهرداری مدت هاست که آن را جمع کرده و خانه‌های بیشتری در محدوده طرح همراه با تاریخ گذشته ساکنان آن تخریب شدند.
مسئول هشتی تهران کلان شهری را به نمایش می‌گذارد که هویت تاریخی و فضاهای زندگی اجتماعیش در چالش با بازاری پرسود رنگ می‌بازد و شهر همچنان بر بیابان‌های اطرافش چنگ می‌اندازد. مریم انصاری، برلین. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش 3 ماهه نخست سال جاری میلادی از کاهش 23% تلفات غیرنظامیان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده. در این گزارش آمده که در 3 ماهه نخست سال 2019 نزدیک به 600 غیرنظامی در افغانستان کشته و نزدیک به 1200 نفر دیگر زخمی شدند. یاناما گفته از 2013 به این سو این پایین‌ترین آمار تلفات جنگ افغانستان بوده. جزئیات بیشتر از نسرین نوا از کابل. نیروهایی که بر اساس تازه ترین گزارش یوناما عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان بوده در 3 ماه اول سال جاری میلادی. یوناما گفته آمار کشته شدگان عملیات نیروهای طرفدار دولت بیش از عملیات مخالفان بوده. تلفاتی که بیشتر ناشی از عملیات هوایی شناخته شده. برای هر دو طرف شرم است. کارشناسان نظامی افغان عملیات زمینی و هوایی را زیر نظر دارند. هدفشان افراد ملکی است بدبختانه. اگر نه اینا اطلاعات دقیق اپراتیفی و استخباراتی را باید جمع‌آوری می‌کردن و را باید دقیق می‌ساختن، بعد عملیات را بالای نمو اهداف می‌کرد که دو جا دشمن می‌بود. شما وقتی که جنگ جبهه‌ای را می‌کنین، جنگ هوایی می‌کنین، مردم می‌کشین. دولت تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده. با وجود افزایش آمار کشته شدگان توسط نیروهای طرفدار دولت، بر اساس این گزارش، گروه طالبان هنوز بزرگترین عامل تلفات غیر نظامیان است. یوناما میگوید آمار تلفات در 3 ماه اول سال جاری میلادی 23% از زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافته. کمتر شدن تلفات در حملات انتحاری را علت اصلی کاهش تلفات در ماه‌های گذشته اعلام کرده. روز گذشته کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم گزارش سالانه 1397 را از تلفات غیر نظامیان منتشر کرد. بر اساس گزارش این نهاد تلفات غیر نظامیان در سال گذشته 19% افزایش داشته. نسرین نوا، BBC، کابل. مردی در قندهار 30 سال است که برنامه‌های خبری رادیو BBC را ضبط می‌کند. ضبط خبر بیشتر از شرکت در مراسم عروسی دخترش برایش مهم بوده. او این مدت حدود 5000 نوار صرف ضبط خبر کرده و صدها دستگاه ضبط را از کار انداخته. او با خودش عهد بسته که تا صلح در افغانستان برقرار نشود به این کار ادامه دهد. خبرنگار ما ارشاد هنریار به دیدار محمد حنیف رفته. کیسه های پر رمز و راز، ثمره 30 سال زندگی با BBC. این نوارها برگ های از تاریخ افغانستان را در دل دارند. دارایی مرد است که از 3 دهه به این سو هر روز برنامه های خبری BBC را ضبط می کند. اینها گنجینه های پنهان آقای حنیف است که بر اولین بار ما با آن دسترسی پیدا کردیم. اگر همه اینها را از نوار شماره 1 تا کست آخری که عدد 4994 روش نوشته شده روی هم بگذاریم به شکل یک منار در میره. این جلسه یک نفر به عنوان رئیس شورا انتخاب میکنه که ممثل رئیس دولت هم هست از نظر شکلی. محمد حنیف کارمند دانشگاه قندهار است. سالها در ایران و پاکستان کارگر مهاجر بوده. پس از بازگشت به کشور فکر ضبط خبر به سرش زده. اینتر با برهان الدین ربانی رئیس جمهور خبر از سال 1370 دلیل این کارش را پرسیدم. اینمی اشتباهات سیاسی و نیما امروز هم اینا اشتباه میکنن، یعنی این اسناد موثق است، سند است، نی بخاطر اینمی.
شما از چه چیزهای دل کندین که خبر ثبت خبر از پیشتون قضا نشه و از پیشتون نمانه؟ عروسی داماد ما بود، عروسی برادرزادیم بود، عروسی دیگه برادرزادیم بود، حتی در بیرون از دوستا بخاطر نمی صف کردن خبرها ما این جایی نرفتیم. نه میریم تا به حال. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. وابستگی به رادیو بستگانش را از او دور کرده. جای من سی اتاق دارم یک دلیز است. هم یک اتاق خوب از او بس نمیشه. یک اتاق. از پیتا و از رادیو گایش، از تایپش، از کونه کونه پرزه است. یک اتاق همی چیزا جای نمیشه. همی خلیپات که میکنیم بازی خاطر میشه. وقت آقای حنیف اولین نوار را برای ضبط خبر از بازار قندهار خرید، آتش جنگ های داخلی در کشور بلند بود. با خود قرار گذاشت تا پایان جنگ در کشور دست از این کار بر ندارد. قراره که 30 سال طول کشید و موهای سرش را سفید کرد. دست فروشان شهر از کار او سر در نمی آورند. سال هاست که محمد حنیف پیش من می آید. به من می گوید که برایم نوارها را جمع کن و وقتی حقوقم را گرفتم می آیم و ازت می گیرم. این نوارها را حالا کسی نمی گیرم. مرد قندهاری این اواخر به مذاکرات صلح با طالبان دل بسته که این روزها سرخط خبر هاست. صلحی که بسیاری در افغانستان چشم براه آن است. ارشاد هنریار، بی بی سی، قندهار. در تاجیکستان برای اولین بار نمایشی درباره ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه تهیه شده. این نمایش فردوسی نام دارد و در شهر دوشنبه روی صحنه رفته است. خبرنگارمان سهراب ضیا هم به تماشای این نمایش رفته. غلامی سرخرید امروز امیری غزنی عجب. شاهنامه پرآوازه ترین سروده فردوسی و یکی از بزرگترین نوشته های ادبیات کهن پارسی است. حکیم طوس برای خلق این اثر که 60,000 بیت را در بر می گیرد 35 سال زحمت کشیده. بعد از 1,000 سال تألیف شاهنامه، کارگردان در تاجیکستان تصمیم گرفته درباره سرنوشت نویسنده آن نمایش تهیه کند. به گفته سلطان عثمانوف، او نمایش نامه خود را بر پایه شاهنامه و داستان بلند فردوسی ساتیم لغزاده نویسنده در گذشته تاجیک نوشته است. می گوید این آرزوی بوده که وی 10 سال در دل پروریده. آرمان در دل پیدا شد که خود شاهنامه یک است. باز تقدیری آفریدگار شاهنامه هم یک قصه عجایب است، یک داستان است. انسان عادی که به دوش خود میتواند چنین باری گران گیرد، برای این هم شخصیت بزرگ بودن لازم بود، انسان بزرگ و حکیم بزرگ. بر پایه داستان های شاهنامه در تاجیکستان فیلم ها و نمایش های زیاده ساخته شده، اما برای نخستین بار است که شخصیت خودی ابوالقاسم فردوسی روی صحنه تئاتر می رود. از گفته اش همین قدر دستگیرم شد که وای کتاب را بعد از یگان ماه به نزد سلطان خواهد شد. نقش فردوسی را در این نمایش قربان صابر، هنرپیشه شناخته تئاتر و سینما، اجرا می کند. آقای صابر پیشتر در نمایش نامه رستم و سهراب تئاتر جوانان تاجیکستان نقش رستم را بازی کرده بود. این نمایش که کارگردانی آن را نیز سلطان عثمانوف بر عهده داشت، سال 2010 جایزه اصلی جشنواره تئاتر فجر ایران را دریافت کرد. قربان صابر برای اجرای نقش رستم جایزه بهتری نقش مرد را از آن جشنواره به دوشنبه آورد. آقای صابر اجرای نقش حکیم طوس در نمایش فردوسی را نقطه عطف در فعالیت هنریش می داند. یک تماشابین عادی ببینه که شاهنامه چگونه نوشته شده بود، در کدام ایام زمانه چی گرفتاری ها داشت و فردوسی زمانی نوشتن این اثر با چی مشکلی ها با چی صدهای روبرو شد و
چه قهرمانی کرد که مثلا عاقبت ما امروز مثلا یک مثل پاسپورت یک چیزی داریم که نام شاهنامه است. من امروز به خدمت شاهم با شاهنامه آمدم. شخصیتی فیروزی و سلطان محمود غزنوی دو محور اصلی نمایش هستند. یکی از قدر و منزلت شعر و سخن میگوید، دومی از قدرت و توانایی خود مینازد و میبالد. نقش سلطان محمود را در نمایش فیروزی عبدالکریم اشربوف هنرپیشه جهان تئاتر لاهوتی بازی کرده. هرچند که تو شاهنامه را استادانه نگاشته‌ای و سخنت عالی است، ولی هرچی نگاشته‌ای فسانه است، حدیثی کهن است. رستم‌ها، گرموتوس‌ها را تو امروز در سپاه من ببین. نمایش فیروزی نخستین کار سلطان عثمانوف در تئاتر به نام لاهوتی شهر دوشنبه است. او تجربه کار در کشورهای دیگری آسیای میانه را هم دارد و اواخر سال گذشته سرکارگردان تئاتر لاهوتی شهر دوشنبه تعیین شد. بسیار امیدوارند که با آمدن آقای عثمان به نخستین تئاتر ملی تاجیکستان شهرتی از دست رفته این تئاتر دوباره برگردد. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.